اگر شما هم هنوز مثل من دارید فیفا 21 رو ادامه میدید و بازی میکنید، حتما میدونید که به یک اقدام غافلگیر کننده آیکون سواپ 4 اومد و بریم ببینیم که چیا خوبه و چه آپشنی برداریم با توجه به تیممون. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید، هیچی نگید. خب بچه ها، امیدوارم که ردیف باشید. بریم سراغ اصل قضیه. در همین ابتدای ویدیو بگم دو تا فرض ما در نظر میگیریم. یکی این که یه نفر میخواد 9 تا کارت اول جمع بکنه و کاری به 9 تا کارت دوم نداره. فرض دوممون اینه که یه نفر هر 18 تا کارت رو جمع میکنه. با توجه به این دو تا فرضیه پیش میریم که ببینیم آقا کدوم یکی از گزینه‌ها بی‌صرفه‌تر و منطقی‌تر. و اینم بهتون بگم که در حال حاضر 9 تا کارت سواپ در دسترس، احتمالاً همونطور که میدونید، و 9 تا دیگه‌اش 30 آگوست، یعنی تقریباً از الان که دارید ویدیو رو میبینید میشه تقریبا 19 روز 20 روز 18 روز دیگه، حدودا 18 تا 20 روز دیگه میشه. 18 تا 20 روز دیگه 9 تا دیگه در دسترس قرار میگیره و میتونید 18 تا کارتتون رو تکمیل کنید. قبل از اینکه بریم سراغ اینکه بهتون بگم آقا کدوم داستان از همش منطقی‌تر و بی‌صرفه‌تره، یادتون نره برای وکس. اگر ویدیو رو حال کردید لایک بکنید، شیر کنید واسه رفیقتون، بگید آقا این ویدیو رو ببین، سابسکرایب یادتون نره، سابسکرایب این چنل خیلی مهمه، خیلی کمک میکنه، و مهمتر از همه اینا اون کامنت هست که میذارید و نظر میدید. یه سری از بچه‌ها لطف دارن، انرژی میدن، واقعا دمشون گرم. یه سری ها انتقاد میکنن، یه سری پیشنهاد میدن، خیلی مهمه، همش عزیزه، واقعا مهمه و عزیزه. کامنتو حتما بذارید، دمتون گرم. بریم سراغ ادامه داستان. فرضیه اول در نظر میگیریم که آقا یه نفر 9 تا کارت اول جمع کرده و نمیخواد اصلا 9 تا کارت بعدی رو جمع بکنه، چی انتخاب بکنه به صرفه تره؟ از آخر شروع میکنم. مارادونا دیگه میشه ته تهش، یعنی 9 تا کارت رو بدید یه دونه مارادونا پرایم بهتون میده، که این آپشن رو من همین الان براتون خط میزنم، به هیچ عنوان نرید سمتش. نه گیم پلی درست حسابی داره، نه بادی تایپ درست حسابی داره، نه استامینای درست حسابی داره، عملا بازیکنی که به درد تیمتون هیچ جوره نمیخوره و از گزینه‌هاتون سریعا حذفش بکنید. این دو تا گزینه رو نگه داریم، میریم سراغ اوزبیو. اوزبیو کارتیه که اینجای کار نرف شده. اینجای کار که چه عرض کنم، من شاید بهتون بگم 4 ماه پیش با این کارت بازی کردم، همون موقع هم به درد نمیخورد و با متای بازی واقعا سازگار نیست و این گزینه رو هم بهتون پیشنهاد میکنم حذفش کنید، اصلا سمتش نرید. گزینه بعدی پلیر پیک آیکون مومنت مثبت 92 که این گزینم به هیچ عنوان به درد نمیخوره. این بار اسپیسیش اومده، کمان که همین الان هم اسپیسیش هست که من دارم براتون ویدیو رو میگیرم. ببینم اینجا، آره 4 روز دیگه هم وقته و از این مدل اسپیسی ها زیاد میاد، یعنی ارزش نداره شما برید کارت سواپ بابتش بدید. پس این گزینم من براتون حذف میکنم. گزینه بعدی کارت کاکاه. این کارت خوبیه، واقعا کارت خوبیه. چرا که کارت پرایم کاکا اگر دیده باشید 3 تا ضعف داره. یکی پیسشه که پیس درست حسابی نداره، یکی شوتشه و سومی اجیلیتی بالانس بازی کنه، که هر سه تا نقص اون کارت اینجا برطرف شده و یه کارت کامل قشنگ در اختیارمون قرار داده. این کارت آیکون مومنت کاکا کارت به شدت خوبی، اسکیلش هم 5، ترایتاش هم که خب فینس شات و آتساید فوت شاتی که اصلا برای مهاجم، حالا چه بخواید وینگر بازیش بدید، چه مهاجم بازیش بدید، چه پشت مهاجم بازیش بدید، همه رو میتونه بازی بکنه. این کارت خوب و معقولی، 4 تا کارت سواپ هم مفته واقعا به نظرم برای این کارت. گزینه های بعدی پک 20 بازیکن مثبت 84، پک 25 بازیکن مثبت 83 و پک 25 بازیکن مثبت 81. این سه تا پک خب دو حالت بیشتر نداره، یا شما قدر احتیاج دارید که میخواد آقا مثلا چه میدونم اسپیسی گولی تو مثلا تا یه جایشو بستید، یا اسپیسی مثلا چه میدونم کرویفو تا یه جایشو بستید، رونالدینیو رو تا جاشو بسید، میخواد بقیهشو ببندید، کوین کمتری مصرف بکنید، خب میاد سراغ این کارتا، یعنی این پکا، و سواپاتون رو برای این پکا خرج میکنید، بازیکن فودر جمع میکنید که کوین کمتری خرج میکنید برای اون بازیکنی که دارید اسپیسشو میبندید. ضمن اینکه حالا اینم بگم یه درصد کمی احتمال داره که مثلا چه میدونم از این پک کریس رونالدو توتس در بیاد، یا نیمار توت سر بیاد، یا امباپه توت سر بیاد، ولی اون دیگه خیلی دیگه آرمانی میشه دیگه و نباید اون احتمال رو در نظر گرفت. برای همین این گزینه ها رو من فکر میکنم که صرفا به چشم فودر بهشون نگاه بکنید، یا اینکه میگم در حالت بعدی که میخوایم بررسی بکنیم، یعنی 18 تا کارت رو جمع کردید، میخوایم ببینیم از اون طرف چی انتخاب میکنید، یعنی مثبت 10 تا سواپ میخوان، اگر چیزی تهش اضافه اومد باز میتونید بیاد از این 4 تا استفاده بکنید، یا حالا پک بزنید، یا کاکا رو بگیرید، یا حالا هر چیزی.
برمیگردیم سر اون دو تا گزینه که گفتم نگرش داریم. آیکا مومنت اتکر یا میدفیلدر مثبت 94 پک و آیکا مومنت اتکر مثبت 93 پلیر پیکی که از بین 5 تا بازیکن بهتون پیک میده. میبرمتون یه سر سمت فوتوین. اینجا فوتوین رو در نظر بگیرید. اول پک آیکا مومنت مثبت 93 اتکر رو در نظر بگیرید. پک نبخشید پیک پلیر پیکی که از بین 5 تا بازیکن بهتون انتخاب میده، حق انتخاب بهتون میده. مثبت 93 شامل دوستمون فنیسه روی، سانچز، لینکر، اتو، داگلیش، بوترا، برکمپ، سوچکوف، دل پیرو، هنری، کانتونا، بست، زبیو، باجو، گولیت، فانباستن، گارینچا، کرویف، پوشکاش، رونالدو و پله میشه. بخوام گزینه‌های بدشون رو براتون اسم ببرم که اینجای کار واقعا دیگه به درد بخونیسن، نیسه روی، آنچز، لینکره، اتو بگینگی قابل استفاده است ولی به نسبت گزینه‌های دیگه‌ای که هست جالب به نظر نمیاد. متوسط رو به پایین. داگلیش همینطور متوسط رو به پایینه. بوترا همینطور به نظرم متوسط رو به پایین. اسکیل 3 من خودم به هیچ عنوان نمیتونم مهاجم نوکم اسکیل 3 استفاده بکنم. اگر شما میتونید میگم کارت متوسط رو به پایین. برکمپ که قطعا به درد نمیخوره، استوچکوف قطعا به درد نمیخوره، دل پیرو قطعا به درد نمیخوره، آقا تیریانو که ارادت خاصی نسبت بهشون داریم، تاج سرن ایشون، ولی کارتشو متاسفانه ای بد ساخته و با متای بازی هیچ جوره سازگار نیست، به درد نمیخوره. کانتونا کارت خوبیه، آنتونا کارت خوبیه و قابل استفاده است. متوسط رو به بالا، خیلی خوب نی، متوسط رو به بالا. فانباستن که از قیمتش مشخصه اصلا به درد نمیخوره. آقا گولیت که خب قطعا کارت خیلی خوبیه. باجو به هیچ عنوان به درد نمیخوره. اوزبیو قطعا کارت خوبیه. جورج بس کارت خیلی خوبیه. گارینچا همینطور، کرویف همینطور، پوشکاش متوسط رو به بالاه، یعنی نه کارت خیلی خوبیه نه کارت خیلی بدیه، متوسط رو به بالا. ویک فوت 3 شکم داستانه دیگه. نازاریو پلم که تکلیفشون مشخصه کارت خفنی هستن. پس گزینه بعد کم نداشت انصافا، یعنی میتونه 5 تا بازیکن بعد بذاره جلوتون که انتخاب بکنید. چه میدونم مثلا داگلیش، لینکر، سانچز، برکم، استوچکوف، دل پیرو، مثلا 5 تا این مدلی بذاره جلوتون. ولی اگر 1% از بین این بازیکن‌های بعدی که نام بردیم کسی رو نده، یعنی کسی رو داد از بین این 5 تا 4 تاشون از بین اینا بده، یه دونه دیگه‌شو از بقیه گزینه‌ها بده، یه کارت میتونم بگم خوب زدید و برده. این پس گزینه بدی نیست. آیکون مومنت مثبت 93 اتکر یک زمین که 5 بازیکن بهتون میده و حق انتخاب دارید، جالبه. گزینه بعدی آیکون مومنت مثبت 94 اتکر یا میدفیلدر. مثبت 94 رو در نظر بگیرید، اتکر را. یه گزینه باجو، یه گزینه فانباستن، یه گزینه هنری و یه گزینه هم تا حدودی باز میگم پوشکاش گزینه بدی هست، بقیه شون واقعا گزینه خوبی هست. کانتونا هم خوبه به نظرم، متوسط رو به بالای و کارت خوبی به حساب. پس ترشاش رو بخوایم بگیم 1-2-3 و در بدبینانه ترین حالت 4 تا کارت ترش داره. اما اینا اتکراش بودن. بریم سراغ میدفیلدراش. ببینیم میدفیلدرای مثبت 94 کیان و کامومن. جاویه که خب قطعا کارت بدیه. ماتئوس کارت خوبیه و قابل استفاده است. رونالدینیو بده که محشره. زیدان کارت جالبی نیست حقیقتا. از این آیتم اگر بتونید پکش بکنید، چون میگم پک این قضیه و شما میزنید دیگه حق انتخاب ندارید، یه بازیکن بهتون میده و بعد اون بازیکنم بردارید. زیدان از این پک خوبه، من نمیتونم بگم از این پک بده، ولی در مجموع کارت خوبی نیست. یعنی میخوام در ادامه اینو بهتون بگم که اگر 17 تا سواپ 18 تا سواپتون رو جمع کردید، خرج زیدان به هیچ عنوان نکنید که اصلا ارزششون. مارادونا هم کارت قابل استفاده ایه. کارت مومنتش باز نمیتونم بگم کارت خوبیه، ولی کارت قابل استفاده ایه، یعنی تا حدودی میتونه خوب باشه، نه اینکه بگم عالیه، ولی این بازیکنو بده ناراحت کننده نیست، حداقلش اینه که ناراحت کننده نیست. حالا بین این پکه و اون پلر پیک کدوم منطقی تره؟ به نظر من پکه منطقی تره، چون احتمال بازیکن بعدش خیلی کمتره. با اینکه البته میگم یه بازیکن که اگه بخواد بد بده میتونه بهتون بازیکن بد بده. ژاوی میتونه بده، میتونه از اون ور چه میدونم مثلا فانباستن بده، شدنیه. ولی اگر 1% بخواد خوبه رو بده دیگه یه کارت خیلی خوب گرفتید، اینو در نظر داشته باشید حتما. در مورد داستان بعدی براتون گردونم همون طرف روی کنسول، این برای در نظر بگیرید. بریم برای حالت دوم، یعنی زمانی که آقا یه شخص هر 18 تا کارتو جمع کرد. اگر 18 تا کارتو جمع کردید میخواید با 10 تاش کارت پله رو بگیرید، انتخاب منطقیه، تا حدودی انتخاب منطقیه. با
کارت میدل پله با اینکه میدل و پرایم هم نیست ولی کارت خوبیه، با متای بازی سازگاره، بادی تایپ درست حسابی داره، استامینش قابل قبول، اجیلیتی بالانس شوت و بالانس همه چی داره. کارت خوبیه واقعا، به نظرم 10 تا سواب ارزشش رو داره. اگر که تیمتون در واقع بازیکن شاخص تا این لحظه نداشته باشه، چون اکثرا تا اینجا بازی رو بازی کردن حداقل یکی دو تا بازیکن شاخص و خوب داره هر تیم، یا حالا اسپیسیشو بستن یا پک کردن یا پیک کردن، به هر صورت یه بازیکن شاخص رو معمولا کسی که تا الان بازی کرده داره. ولی اگر ندارید یه درصد و میخواد یه بازیکن شاخص به تیمتون اضافه بشه، این گزینه خوبیه. و خب اگر 8 شو دیگه اضافه بمونه، میتونید باهاش بیاید یکی از این دو گزینه رو هم همچنان انتخاب بکنید. پله دو تا در واقع اسپیسی مکمل خودش هم داره که اون بازیکن رو برداشتید، یه بازیکن شاخص برداشتید، حالا میخواید یه بار دیگه شانستون هم امتحان بکنید، این انتخاب منطقی خوبه. گزینه بعدی مثبت 94 پرایم اور مومنت پلیر پیکه. از بین سه تا بازیکن بهتون انتخاب حق انتخاب میده که یکی رو انتخاب بکنید، مثبت 94 پرایم اور مومنت. این گزینه رو نگه دارید، این گزینه رو هم نگه دارید، اینم نگه میداریم، میایم سراغ مالدینی. مالدینی به نظر شخص من اینجای کار که بخواید 15 تا سواب براش بدید، تازه اینجای کارم که تازه میره برای 20 روز دیگه، به نظر من اصلا و ابدا گزینه منطقی نیست. جایگزین داره، چه جایگزینایی؟ واران توتس، میلیتائو، فستیوال فوتبال، دو تا کارتی هستن که به شدت بمبن و بهتون قول میدم از این کارت مالدینی هم بهترن. 600 گام هستن هزینهشون، شاید یه مقدار هزینه داشته باشه، ولی یکی اینکه شما بخرید اون کارتو تریده، یعنی میتونید بفروشیدش، و دو اینکه اصلا نیازی نیست وقت بذارید واقعا براش که بخواید یه بازیکن همسطحمون و حتی پایینتر رو 20 روز دیگه بگیرید. پس این مالدینی رو بهتون پیشنهاد میکنم حذف بکنید. زیندین زیدان همون جوری که بهتون گفتم کارتی که متای بازی که به هیچ عنوان نیست، کارت درست حسابی نیست حقیقتا، و 17 تا سواب بخواید براش بدید برای 20 روز دیگه اصلا منطقی نیست. زیدان همین الان خط بزنید، اصلا ندید سمتش. بریم سراغ این گزینه مثبت 94 پرایم اور مومنت. ببینید از هر کدوم از اینا که انتخاب بکنید دیگه هر چی اضافه تر بیاد تصمیمشون با خودتونه دیگه، یعنی 11 تا فرض کنید بدید برای این اس پی سی، براتون 7 تا دیگه میمونه. اون 7 تا رو حالا منطقی ترین گزینه که دیدیم این گزینه است که بخواید انتخاب بکنید دیگه. از نقطه اول توضیح دادیم، خودتون انتخاب بکنید دیگه که ببینید برای شما منطقی ترینش کدومه. بریم سراغ این گزینه، باز میبرمتون روی فوتبین. ببینید مثبت 94 پرایم اور مومنت پلیر پیک. مثبت 94 مومنت ها رو ببینیم، مثبت 94 مومنت ها رو ببینیم، یه دونه، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، یاشین شش تا، تقریبا میتونیم بگیم آقا 6 تا کارت، 6 تا کارتی که بده واقعا به درد نمیخوره داره. مارادونا یه کارت متوسط در نظر میگیریم، کانتونا رو یه کارت متوسط در نظر میگیریم، کاپیتا و ماتئوس هم یه کارت متوسط در نظر میگیریم، در مجموع وزنش بالاست، وزن این پلیر پیک بالاست و ارزشش داره. ولی قبلش باید بریم یه سر بزنیم به ورژن پرایم در واقع آیکونا، ببینیم که ورژن پرایم آیکونا مثبت 94 کیا هستن. مثبت 94 پوشکاشش واقعا جالب نیست، کارتی که به درد نمیخوره. گارینچاش نات بده ولی بازم به نظرم جالب نیست. مالدینی بدک نیست انصافا، به شرط اینکه دفاع آنتریت نداشته باشید بدک نیست. میگم همه اینا با توجه به این وقتی که دارید میذارید سواپا رو جمع میکنید، درسته که مالدینی گفتم مومنتش به درد نمیخوره دارید وقت میذارید، ولی بخوایم به چشم این که آقا شانستون امتحان کردید و دارید برمیدارید، به نسبت شانسی که دارید امتحان میکنید کارت بدی نیست انصافا. یاشین خب به درد نمیخوره قطعا، یاشین پرایم و هر گلر دیگه کورتای گلد هم میتونید بذارید گلری میکنه براتون، رسما گلرها که به درد نمیخورن اصلا. ولی بقیهشون خوبن، روش که قطعا خوبه، پله خوبه، نازاریو خیلی خوبه، رونالدینیو خیلی خوبه، زیدان و مارادوناش هم باز متوسط میشه. در مجموع بد نیست ولی منطقی به نظر نمیرسه که آدم بخواد شانسش رو روی این گزینه امتحان بکنه، با توجه به اینکه کارت متوسط و کارت بد کم نداشت. در مجموع ریسکی نشه روی این قضیه بهتره، چرا که اینور یه گزینه دیگه داریم، آیکان مومنت مثبت 95. مثبت 95 یه دونه تک که 12 تا کارت سواب ازتون میگیره، این به نظرم اوپی ترینشه. به نظر من این اوپی ترین گزینه است و احتمال اینکه بازیکن خیلی خوب بده خیلی بالاست، چون که
عملاً بازیکن بعد توشون یه دونه یاشین داره. اگر این اسپیسی گارانتی یاشین نباشه، بقیه‌اش هرچی بده برد کردید. چون که ببینید اول اینکه 17 تا سوپ جمع نکردید اگر زیدان بگیرید. مارادونا همینطور، گفتم که متوسط روی بالا کارت مومنتش. مالدینی اگر بگیرید باز میگم برد کردید، چون که مالدینی 15 تا سوپ می‌خواست، شما عملاً 12 تا سوپ براش دادید. و باز براتون 6 تا کارت سوپ میمونه که میتونید اونا رو نیمه اول استفاده بکنید. نازاریو، پله، رویف، رونالدینیو، گارینچا، هر کدوم اینا رو بده واقعا خوبه. یعنی گزینه بعدی یه دونه پوشکاش، یه دونه یاشین و تا حدودی مارادونا و زیدان هستن. بقیهشون واقعا بهتره کنن. هرچی بده به نظرم هرچی بده خوبه. بدبینانه بخوایم بگیم 4 تا بد داره. خوشبینانه بخوایم بگیم که یه دونه یاشینش بده، یه دونه پوشکاشش، بقیهش هر کدوم بده اوکی. پس این پکیه که به نظر من منطقی ترین گزینه هاست بینه داستانی که داریم. یه گزینه دیگه هست، مثبت 94 پرایم اور مومنت اتکر پلیر پیکه. اتکرای مثبت 94 مومنت رو در نظر بگیریم یه بار دیگه، بریم سراغ پوزیشن اتکر. ببینید اتکرای مثبت 94 یه دونه بعد پلیر پیکی که از بین 3 تا پلیر پیک بهتون حق انتخاب میده، یه دونه بعد، دو تا بعد، 3 تا بعد، پوشکاش هم بذاریم جزء بعد، 4 تا بعد تقریبا داره. آره دیگه 4 تا بعد. بقیه‌اش هر کدوم بده واقعا خوب داده. و اما پرایم مثبت 94 اتکر، پرایم مثبت 94 اتکر هم که فقط پوشکاشش واقعا بده و تا حدودی گارینچاش هم به نسبت جالب نیست. میگم کارت بدی نیست ولی گزینه دیگه هست دیگه. رویف، رونالدینیو، رونالدو، هر کدومو بده W، واقعا W داره. پس دو تا گزینه هستن که OP ان واقعا و به درد بخور. یکی این پک مثبت 95 آیکون مومنت و پلیر پیک مثبت 94 پرایم اور مومنت آیکون، که این دوتا واقعا OP ان. یه گزینه دیگه میمونه، مثبت 94 آیکون مومنت پلیر پیک، که این گزینه هم واقعا منطقی نیست. یعنی من نمیدونم اصلا چرا همچین چیزی گذاشتن. آیکون مومنت رو یه بار دیگه بریم، ورژن رو میذارم روی آیکون مومنت، مثبت 94 یکم عجیب غریب. واقعا این گزینه منطقی به نظر نمیاد. هنری توش بده، بارسی، آمباسن، درسته که بین 5 تا گزینه بهتون انتخاب میده ولی یکی، دو تا، سه تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، میتونم بگم 7 تا، تقریبا 7 تا گزینه بد داره. یعنی بخواد بد بهتون بده میتونه بده. یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم که کدومش از همه بهتر شدن. ببینید دو تا گزینه OP داره، یعنی از همشون بهترن به نظر من. یکی پک مثبت 95 آیکون مومنت و یکی هم پلیر پیک مثبت 94 اتکر پرایم اور مومنت، که این دوتا به نظرم OP هست. مالدینی حذف شد، زیدان حذف شد. این نات بده، بستگی به خودتون داره و تیمتون. این گزینه یه که به نظر منطقی نیومد بخواین انتخابش بکنید، مثبت 94 پرایم اور مومنت. داستان بعدی مارادونا حذف، اوزبیو حذف، این پلیر پیک حذف و بقیهش هم که هرچی اضافه تر از اون ور اومد و بعد انتخاب بکنید. امیدوارم این ویدیو هم به دردتون خورده باشه. اونایی که هنوز دارن پافشاری میکنن و بازی میکنن فیفا 21 دارن حال میکنن با آخرای بازی، امیدوارم که به دردشون بخوره. و من خودم به شخصه دارم هنوز بازی میکنم التیمیت، هر هفته دارم ویکندم بازی میکنم. دلیل خاصی هم براش دارم علاوه بر این که واقعا هنوز لذت میبرم از فیفا بازی کردن، ولی به نظرم کار جالبی کرده EA. چون نظرسنجی اینستا گذاشتم که کیا هنوز بازی میکنن، کیا بازی نمیکنن فلان و اینا. تقریبا فکر کنم 60% گفتن که اصلا ما هنوز، یعنی ما دیگه بازی نمیکنیم. ولی به نظر من کار جالبیه، این که بازی زنده نگه میداره خیلی کار جالبیه و امیدوارم که ادامه دار باشه. و البته داره نشون میده که آقا برای فیفا بعدی هم این داستان هست و بازی ادامه دار زنده میمونه تا لحظه آخر و این برای خود من جذاب. در کل امیدوارم ویدیو به درتون خورده باشه. لایک، شیر، سابسکرایب کانال یادتون نره، کامنت حتما بذارید، خیلی 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 به دردمون میخوره. موفق و مؤید باشید. بدرود.